اینه که تو وقتی که در عشق دوست میسوزی این حسشو با گوشت و پوستت بتونی بکنی. پس رحمت به غضب و اینجوری داره چیز میکنه که یه لذتی میگیری، ولی وقتی که در عشق دوستت هم میسوزی باید اینو داشته باشی که بتونی سوزشی که به وجود میاد و احساس کنی. خلاصه این از این. و بعد به میرسیم به تمثیل صابر شدن مؤمن، چون بر سر و خیر بلا واقف شود. وقتی که مؤمن میفهمه، اونجا گفت مؤمن مثل نخود میمونه، اما حالا تو جواب شما، وقتی مؤمن میفهمه که این واسش خوبه، بعد صبور میشه. میشه ناخود. مرسی. سگ شکاری نیست او را تو نیست. خام و ناجوشیده جز بیزوغ نیست. اون موقع سگ شکاری رو مثل یه چیزی بهش میبستن که بدون این سگا ولگرد نیستن، یا این سگ کاری انجام میده. اون کسی که حالا صحبت مؤمن رو میکنه، ما مسلمان کسیه که تسلیم شده. وقتی هم که شما به فقر و فنا میرسیم، به فنا وقتی میرسیم، ما بازم اینو صحبت رو کردیم که تسلیم میشیم. ما تسلیم چی میشیم؟ تسلیم هر چه که اتفاق میفته. داستان دبوقی رو اگه یادتون باشه، وقتی دبوقی اون یه سری آدم ها رو از تو اون کشتی نجات داد، دبوقی خودش یه آدم فرهیخته و خودش از اولیاء الله بود. اونا ولی گفتیم دوتا مثل این که دستن، یه دسته بودن که به دعا اعتقادی ندارن، یه دسته بودن که مثل دقیقی دعا رو باز دعا میکردن. اونایی که پشت دقیقی نماز میخوندن دعا نمیکردن، به دعا اعتقاد نداشتن. چرا؟ چون میگفتن ما در مقام فقر و فنا هر اتفاقی که میفته خیره، و ما به این مرحله رسیدیم که میگیم هر اتفاقی افتاد درسته، پس ما کوئسشن نمیخوایم چیزیو. دبوقی اینطوری نبود. خب اینجا اینو میگه، میگه که خام و ناجوشیده جز بیزوغ نیست. بالاخره آدم با اتفاقایی که براش میفته ذوقی هم که پیدا میکنه نسبت به زندگی و نسبت به بودن، از این جوششیه که درونش میاد. گفت نخوت در حقیقت اینجا باید بخوام بگم، گفت نخوت چون چنین است ای ستی، خوش بجوشم یاری هم ده راستی. بعد اینکه نخود فهمید که چه اتفاقای خوبی براش قرار بیفته، چون اون کرد بانو شروع کرد براش توضیح دادن که این جوشش برات خوبه، گفتش که پس بذار بجوشم و بذار خوش بجوشم. جان گفت نخود، نه گفت نخود، تو در این جوشش چون معمار منی. میگه من اینقدر تسلیمم اینجا که تو این جوشش اینگه میکنم، تو معماری، تو کسی هستی که داری اینو، یعنی من تسلیم اون امر تو میشم. کفت لیزم زن که بس خوش میزنی. یه این کفگی رو من بزن که خوب میزنی. یه آهنگی هم بود میگو بزن که تو داری چون میزنی. حالا میگه بزن این کفگی رو، همچون پیلم بر سرم زن زخم و داغ، تا نبینم خواب هندوستان و با. میگه ببین انقدر به من بزن که من خیال دیگه نداشته باشم. صحبت سر خیال یعنی چیزی که من فکر میکنم بهش نخواهم رسید. فیل وقتی که یاد هندوستان میفته، میگن فیلو اینو باید بزنن تو سرش که خوابش نبره، چون مثل اینکه ایستاده میتونه فیل بخوابه. وقتی که حالا میگن وقتی خواب میبینه، خواب هندوستان میکنه. اینم میگه انقدر تو سر من بزن
که من خواب نبینم. این خواب با خوابی که مولوی بهش اعتقاد داره فرق داره. اون خوابی که مولوی بگه ما وقتی میخوابیم ارتباط پیدا میکنیم، اون خوابیه که ما رو وصل میکنه. این خواب یه رویاییه که ما داریم ولی در حقیقت ممکنه تحقق اصلا پیدا نکنه. تا که خود را در دهم در جوش من، تا رهی یابم در آن آغوش من، زان که انسان در غنا تاقی شود، همچو پیل خواب بین یاقی شود. میگه منو همیشه یادم بیار که من چقدر ناچیزم، همیشه به یاد من باید این رو بیاری که من یه نخودم. خب میتونم بهتر بشم، الانه نخودم. خب میگه چرا؟ به خاطر اینکه انسان در غنا، غنا یعنی توانگری و پولداری، میگه در اون موقع آدم ها یاقی میشن. چرا؟ چون یاد اون میره کی هستی. حالا کاری نره، آقای ترامپ یکی از چیزایی که بهش مینازه میگه من 10 میلیون دلار پول دارم. همش هم گفت. آره میگه من خیلی پول دارم. حالا بیشتر از این یک آدمی مثلا، مثلا نمیگم این آدم های خوبی هن یا بدی هن، ولی مقابل اون یه آدمی مثل وارن بافت که از همه بیشتر پول داره، 50 سال هم هست توی خونه میشینه، 20 سال هم هست که یه ماشین رو سوار میشه. خونه وارن بافت از 50 سال پیش تا حالا یه آدرسه، از این خونه بیرون نیومده. ماشینش هم یه ماشین کرایسلر که 20 سال پیش خریده. خب زان که انسان در غنا تاقی شود، همچو پیل خواب بین یاقی شود. پیل وقتی هم که مثلا این خواب میبینه، مثلا خرطومش رو این برمونور میزنه و خرابی به باد میاره. پیل چون در خواب بیند هند را، پیلبان را نشنود آرد دها. وقتی که خواب میبینه، خواب هند میبینه، این نمیفهمه که صاحبش هم بگه کجا برو. حالا این میگم، حالا میگه عوض گفتن کدبانو با نخود و حکمتش در جوش داشتن کدبانو نخود را. بازم کدبانو با نخود حرف میزنه. آن ستی گوید ورا که پیش از این من چطور بودم ز اجزای زمین. حالا کدبانوه داره به نخود میگه، میگه ببین منم مثل تو قبلا عین تو بودم. باره با ما حرف میزنه، حواستون باشه. ما بعضی همون نخود بزرگ، ببخشید ستی یعنی خانوم بزرگ فکر کنم، یعنی یک کسی که چیز باید جان؟ پیش خدمت نمیشه. نه نه خانوم بزرگ میگه آن ستی گوید ورا که پیش از این من چطور بودم ز اجزای زمین. ببین ما هنون یعنی ما بعضی همون نخودیم، بعضی همون ممکنه کدبانو شده باشیم، ولی فعلا تو این داریم میخوایم از این برنامه در بیایم بشیم یه چیزی. چون بنوشیدم جهاد آذری، پس پذیرا گشتم و اندرخوری. جهاد آذری اینجا میشه جهادی که با آتیش کردم، یه جورای دیگه جهاد اکبر میشه. تو دین اسلام جهاد اصغر داریم و جهاد اکبر. جهاد اکبر مبارزه با نفسه، جهاد اصغر قرار بود مبارزه با دشمن و جبهه و این چیزا باشه. میگه چون بنوشیدم جهاد آذری، وقتی که اونجا شروع کردم از خودم گذشتم، با شهواتم مبارزه کردم، پس پذیرا گشتم و اندر خرید. اینجا من پذیرا گشتم یعنی لیاقت پیدا کردم که تونستم بهتر بشم. مدتی جوشیدم اندر زمان. اینجا زمان یعنی چیزی که زمین گیر شده باشه، اینجا گیاه در حقیقت، زمان یعنی گیاه، ولی گیاه خب به زمین چسبیده دیگه. میگه مدتی جوشیدم اندر زمان، من مدتی گیاه بودم، مدتی دیگر درون دیگ تن، بعدش اومدم به تن یه بابایی. زیند و جوشش قوت حس ها شدم، روح گشتم پس تو را استاد شد. این دوتا جوشش که به وجود اومد برا من، حسا رو تونستم باهاشون ارتباط برقرار کنم، 5 حس خودمون، بعدش تونستم روح بشم که حالا من استای تو شدم، الان دارم تو رو هم میزنم.
جالب این وقت تکامل قد ادغال داشته اون زمان. بابا این چند دفعه صحبت شما فرخانی واقعا آدمت از جمادی مردم و نامی شدم. اینو ما خوندیم تو همین دفتر سوم. و از نما مردم به حیوان برزدم. مردم از حیوانی و آدم شدم. پس چه ترسم؟ کیز مردن کم شدم. اینو گفته. جمله دیگر بمردم از بشر تا برارم از ملائک پر و سر. و از ملک هم بایدم جستن ز جو. کل شیء هالک لا وجه او. بار دیگر از ملک قربان شدم. آنچه اندر وهم ناید آن شدم. پس عدم گردم. عدم چون ارغنون گویدم الا الیه راجع. اینجا بار دیگر از ملک قربان شدم. قربان شدم. یعنی از ملک باز بالاتر پر می‌زنم. بله. نه. ولی چون صحبت مردن میکنه همش باید من بمیرم که از یه چیزی به یه چیز دیگه برسم. قربانه. لغتش تو شعرم قربانه. بار دیگر از ملک قربان شدم. آنچه اندر وهم ناید آن شدم. مولوی عید قربان رو خیلی دوست داره. یعنی براش این خیلی میدونم مطمئنم از این لغت. با قید یا با قید؟ با قید و چشم. با قید دو نقطه. نه آه. با دو نزدیک اگه بخونی آقا با قه قربان دیگه قربونت برم میدونم بچه با قافه آره. بار دیگر از ملک قربان شدم. آن چند در وهم ناید آن شدم. پس عدم گردم. عدم چون ارغنون. ارغنون هم میشه یه ساز. گویدم الا الیه راجعون. اینو براتون تو ایمیل هم میفرستم. خوبه این یه تیکر رو بدونیم ما. یعنی چیز اساسیه چون الان هم داره راجع به همین صحبت میکنه. زین دو جوشش قوت حسها شدم. روح گشتم پس تو را استا شدم. در جمادی گفتمی زان میدوی تا شوی علم و صفات معنوی. میگه وقتی جامد بودم، وقتی که نمیدونستم، میگفتم دنبال چی هستی؟ داری دنبال چی میدویی؟ داری دنبال این که صفات معنوی پیدا بکنی؟ خب، یه حالت سوال بعضی موقع میگویم مثلا واقعا دنبال چی میگردی؟ چی مثلا فلانجا رو میدی؟ که چی بشه؟ چون شدی تو روح پس بار دیگر جوش دیگر کن ز حیوانی گذر. ولی وقتی الان به روح رسیدی میبینی که نه پاسیبل بوده از اینجا به اینجا از اینجا به اینجا. خودش رو تو این پاسیبلیتی مولوی میبینه. از خدا میخواه تازی نکته ها در نلغزی و رسی در منتها. میگه اگه طرف دیگه دعا کن واسه خودت، خودت واسه خودت دعا کن، از خدا بخواه که لغزشی برات به وجود نیاره. چون یه عده تو این جمادی میمونن، یه عده تو نباتی میمونن، یه عده تو انسان بودن میمونن. و اینجا میگه از خدا میخواه تازی نکته ها در نلغزی و رسی در منتها. زان که از قرآن بسی گمره شده. میگه یه عده به خاطر قرآن گمراه شدن. ما الانه بعد مرسی. یعنی نمونه بارزش اینه. نمونه قدیمیش هم تیموره. نمونه قدیمیش هم حتی از تخت میکنده از بر. واو. بعد به نام قرآن میکشته. گفته من همه این کارا رو به نام قرآن میکنم. زان که از قرآن بسی گمره شدن. زان رسن قومی درون چه شدن. رسن یعنی تناب. ریسمان. میگن این ریسمان الهی رو بهش بچسب که بری بالا. میگه بعضی این ریسمان رو میچسبن میرن پایین. مرسن را نیست چرمی ای آنود. میگه تقصیر تناب نیست چون تو را سودای سر بالا نبود. چون خودت نمیخواستی بالا بری حالا چرا تقصیر تناب میذاری؟
این بیت ها رو به نظرم واقعا باید اینا رو باید بگیرید برای خودتون بنویسین داشته باشین، چون میگم اینا الان ماست واقعا. بله اون بیت مصرع اول یه بودی لطفا. در جمادی گفتم اینزان میدوی تا شبی علم و صفات معنوی. این بعضی موقع ها ماها فکر میکنیم همه چی رو داریم، به هم دیگه هم طعنه میزنیم، دنبال چی میگردی دیگه؟ همینه، از این بالاتر نیست. میخوای به کجا برسی؟ میخوای چی بشی؟ یک کنتی هم مال ملا نصرالدین بود که یه خونه میسازه ملا، بعد پشتونش که تمام میشه میده یه نوردمون داره بیاد پایین، نه پله گذاشته براش، بعد فکر میکنه میگه خب پارسال یکی اتفاق افتاد، افتاده بود توی چا با تناب کشیدیم شابونیم بالا، حالا به یه تناب بیاری تناب ببندیم و کمش حالا بکشیمش پایین. دقیقا همین ریسپانده رو بعضی اینجوری بعضی اون شما ریسپانده. ولی صحبت سر اینه، حالا جالب این حرفی که میزنه، ما یه ذره جلوتر بریم مولوی باز خیلی تند با این مسئله برخورد میکنه، از لحاظ چون استناد به قرآن کردن الانه تو ایران الانه که چیزای مسلم همینه، الان استناد تو ایران یکی استناد به حدیث، نه استناد به آقای خمینیه، آقای خامنه ای و قرآن. بسیار خنده داره این مسئله. حالا احادیث و اینا رو حالا بزنید، این الانه یعنی آقا اینو گفتن یا فلان یا فلان. بله از این استفاده میکنیم و طبق این مثلا شما بله بعد بکشیمه. زان که از قرآن بسی گمره شدند و بدونید اینو واقعا بدونید، من دارم میگم گریتنس یا دیگری این که چقدر این دنیا الان تو تاریکیه، هر چقدر بهش فکر کنید باز جا داره. ما خیلی تاریکیم، ما خیلی کم آوردیم الان. اگه واقعا همه این چیزا رو میدونستن، اگه ببینید نگاه کنید همه این چیزا اویلیبل واسه همه، کتابش هست، نمیدونم چیزش هست، چرا نمیرن کسی، نمیره کسی سراغش؟ تاریکی اینطوری کار میکنه. مشغولیات دیگه ما خیلی ما رو میگیره. بله ما حالا برمیگردیم به مسجد مهمان کش. میگه آن غریب شهر سربالا طلب گفت میخسبم در این مسجد بشم. اینم پس ایشون هم چیز میکنن و صحبت کرد و گفت آقا من میخوابم اینجا. سربالا طلبم یه آدمیه که اینجا درست نسبت به بیت قبلی داره رو حرف میزنه، میگه من رسل رانیز جرمی ای انو چون تو سودای سربالا نبود، شما اگه نمیخوای بالا بری تقصیر تناب نی. میگه این کسی که اومده بود توی این مسجد، این دنبال سربالا بودم، گفت میخواستم در این مسجد بشم. مسجدا گر کربلای من شوی، کعبه حاجت روای من شوی. بعد به مسجد میگه، میگه تو اگه امشب منو قل و قمم بکنی حاجت منو برآوردی. چون چیه؟ من از مردن نمیترسم، منو بکشی بهتر میشن، شهید میشه. ببین شهید شدن این چیزا، حالا نمیخوام اصطلاح شهادت رو بگم، ببینید صحبت سر این که از مردن، از بین رفتن اینا نمیترسن. ببینید صحبت شهادت رو وقتی ما میکنیم، شهادتی که ما بهمون درس دادن، وقتی میگم درس دادن خودمو دارم میگم، من توی دوران جنگ مدرسه رفتم ایران، یه وعده و وعیدایی بهش چسبیده بود. وعده و وعیدا وعده های خارج از من بود، وعده های درونی نبود. مولوی وعده خارج، این مولوی یک جا نیومده بگه شما میری اونجا و حوریه بهشتی بهت میاد سلام میکنه یا کلید بهشت رو بهت میده، ولی میگه خودت بهتر میشی، از این به این تبدیل میشی، میخوای بیا جلو. به خاطر هم من اتفاقا خیلی هم احترام قائلم برای اونایی که واقعا رفتن جونشون رو دادن.
ولی ای کاش ما یه جور دیگه این مسئله رو بهش نگاه میکردیم یا یه جور دیگه ادورتایزش کرده بودیم، یه معامله اینا میکردن، 70 تا فلان مثلا بهتون معامله. مولوی یک دونه معامله اینجا نمیکنه. تنها حرفی که میزنه میگه تو این بودی این میشی، این بودی این میشی، تو میشی. بعد تازه میگه از این چیزا باید بگذری تا هر چی که میخوای به دست بیاری، ولی اول باید بگذری، اول تو نیستی باید باشی. مسجد آگر کربلای من شوی، کعبه حاجت روای من شوی، هین مرا بگذار ای بگزیده دار، تا رسن بازی کنم منصور وار. میگه ببین اون کسی که دار رو گذاشته، یعنی منصور و حلاج وقتی دار میزنن یه چیزی دار رو بنا کرده بود دیگه. میگه ببین بی خیال من شو، چون کسی که دار میزنه بالاخره میخواد، یعنی یه کاری داره میکنه، یه اکامپلیشمنتیه برای خودش. میگه منو بذار، فکر نکن که من الان از این مسئله میترسم. من اینجا این رسنبازی یعنی جانبازی، در حقیقت منصور وقتی دارش میزنن این با این ریسمان جانبازی میکنه. جانبازی کردن یعنی این بازی بوده واسش. گر شدیدن در نصیحت، گر شدیدن در نصیحت جبرئیل، می نخواهد قوس در آتش خلیل. میگه جبرئیل وقتی که ابراهیم رو داشتن میداختن تو آتیش، وسط را که این داشت میافتاد تو آتیش، اومد بهش گفت میخوای دستتو بگیرم. اینو تو قرآن اومده، درست میگم؟ درسته. مرسی. داستان به اینه که وقتی که آتش بنا میکنن، جبرئیل میاد میگه میخوای، اگه میخوای الان من دستو میگیرم. ابراهیم میگه نه نمیخوام. که اونجاست که وقتی ابراهیم میفته تو آتیش، تو قرآن هم اومده که میگه که بردن و سلاما، که آتیشو سرد کن و سالم نگهش دار. که میگفتن حالا تفسیرها هست که اگه سلاما نیومده بود از یخیش یخ میزد. اینجا مثال اینه که من اگه توکل میکنم فقط به یه کسی توکل میکنم، کسی دیگه، حتی جبرئیل هم نمیخواد. اینجا اگه ریسمان میگیری اون ریسمانه رو بگیر. جبرئیل رو که من افروخته، بهترم چون عود و انبر سوخته. میگه برو بهش بذار من بسوزم، اگه بسوزم حتی از انبر سوخته بهترم. جبرئیل اگرچه یاری میکنی، چون برادر پاسبانی میکنی، ای برادر من برازر چابکم، من نه آن جانم که گردم بیشکم. میگه ببین حالا داری دمت گرم، داری این حرف رو میزنه دیگه، داری میخوای داری به میرسی، دمت گرم. من که من کمکتو رو نمیخوام، من اصلا من میخوام این آتیشو. جان حیوانی فزاید از علف، آتشی بود و هیزم شد تلف. میگه ما جونمون از علف بزرگ میشه، ما علف میخوریم، حالا علف حیوان میخوره، ما حیوان رو میخوریم، حالا هر جوری که میخوایم نگاه بکنیم ما هم حیوانیم در حقیقت دیگه. جان حیوانی فزاید از علف، بزرگ میشه، آتشی بود و هیزم شد تلف. اگه ما تو حیوانی بمونیم عیناً یه دونه آتیشه که بعدش هیزم میشیم و از بین میریم. هیزم تو آتیش بالاخره، آها هیزم میذاری تو آتیش از بین میره. ما هم هیزمیم، یعنی یه روزی از بین میریم. یادتون باشه مولوی صحبت اینه که من بمونیم نه اینکه از بین بریم. گر نگشتی هیزم و مسمر بودی تا ابد مأمور و هم آمر بود. حالا میگه اگه هیزم نشی، اگه از بین نری، اگه هیزم نشی به حالتی که نه اینکه بسوزی و به بالاتر بری، اگه بمونی و کار معمولی تو انجام بدی،
میگه مسمر، مسمر یعنی میوه دار، یه میوه ای داری و میوه دار میشی. تا ابد مأمور رو هم آمر بودی. حالا اینجا تا ابد مأمور رو هم آمر بودی، تا اون موقعی که جا داری، مأمور یعنی کسی که آباد میکنه، آمر هم آباد کنند، ببخشید مأمور میشه آبادی، آمر هم میشه آباد کننده. میگه میتونی آباد کنی یا آبادی ببینی یا داشته باشی، آباد کننده هم باشی. حالا هم آبادی، مرسی، هم آباد کننده. باد سوزان است، این آتش ببخشید، باد سوزان است این آتش، بدان پرتو آتش بود نه اینا. میگه فقط حواست باشه این آتیشی که حالا تو داری میبینی، از این آتیش داری رد میشی یا توی این آتیشی که میفتی، بالاخره اب بین میری دیگه. اینجا وقتی اب بین میری مولوی میگه میسوزی. میگه این پرتوبه، خودش نیست، یعنی یه گلیمسه، یعنی حقیقت آتیش تو را نمیسوزونه، یه پرتوی، یه ذرشه که بهت میخوره. برگردیم کوه طور رو، میگن اگه موسا قرار بود حقیقت آتیش رو ببینه، موسا نمیمون، درسته؟ آتش این همون حقیقت مطلقه، حقیقت مطلقه. میگه ببین، مرسی، حقیقت مطلق نیست که تو رو میسوزونه، سایه حقیقت مطلقه که به تو میخوره. اینجوری بهتون بگم راحت تره. میگه اصل آتیش اگه بخوره که دیگه اگه یادتون باشه یه شعر دیگه داره که میگه اگه من بی پروا اینو بگم، نه تو میمونی، نه بغلیت، نه هیچی که وسطتونه، هیچی نمیمونه. ما قدرت تحمل این یه سری فیلترها باید، این نوری که داره میاد باید از طریق یه سری فیلتر، ما چون قدرت تحملشو نداریم، یعنی داره از ضعیفی ما میگه. حالا بخونیم اینجا رو، میگه این آتش در اسیر آمد یقین، پرتو و سایه وی هستن در زمین. بخ مذارت پس چی گفت؟ این آتیشی که میاد تو رو بین میبره مثل باد سوزان میمونه، آتیش نیست، باد گرمه، یه باد داغ میاد، خود آتیش رو تحملش رو نداری. میگه این آتش در اسیر آمد یقین، اسیر اینجا آدم های برگزیده شدن. میگه اون کسایی که به حق و یقین رسیدن، رسیدن به مرحله اولیا یا انبیا، اینا این آتیش رو یقین دارن بهش، یعنی این آتیش رو حداقل میفهمن، میبینن. این آتش در اسیر آمد یقین، پرتو و سایه بیستن در زمین، ولی اون چیزی که اونا دیدن پرتو و سایشه که افتاده برای ما، برای ما میارن که ما بتونیم باهاش کانکت بکنیم. لاجرم پرتو نپاید ز استرا، سوی معدن باز میگردد شتان. سایه دو تا خاصیت داره، یکی اینکه اگه منبعش نباشه از بین میره، درسته؟ چون نور اگه بره سایش هم نخواهد بود. بعد سایه یه جا هم نمیمونه، همیشه در حال تکون خوردنه. اینجا اضطراب حالت اینه که یه جای سکون نداره، پرتو هر چیزی رو شما ببینین چون حقیقتش نیست، به این دو دلیل، یعنی من به علاوه دلایل دیگه، مولوی الان این دو تا دلیل رو آورده، به دو دلیل داره که به درد، یعنی مولوی هم هیچوقت دوباره سایه نمیگرده، حتی میگه زیر سایش باش ولی سعی کن به منبعش برسی. دلیلش چیه؟ یکی این که سایه دووم نداره، یکی اینکه یه جا نمیمونه، به خاطر همین تو نمیتونی تصمیم خوب بگیری. قامت تو برقرار آمد به ساز، سایت کوته دمی یک دم دراز. میگه به خاطر همین وقتی که تو سایه هستی خودتو نگاه بکن، قامت تو یه قامتی داری، ولی یه موقع سایت بلنده، یه موقع سایت کوتاه، بستگی داره سورس کجا باشه.
زان که در پرتو نباید کس نیابد کس ثبات، عکس ها واگشته سوی امهات. میگه تو سایه هیچ وقت تو نمیتونی ثبات و یه چیز اصل رو پیدا بکنی، همیشه عکس یا عکس اینجا در حقیقت ریفلکشنه، همیشه بر میگرده به امهات که میشه مادر، در حقیقت منشأش رو پیدا میکنه، همیشه اینا بر میگردن، ریفلکشن یه منشأیه، یه اصلیه. خب